اخت عتیق اول پادشاهان باب نوزده اخاب ایزابل را از هر آنچه ایلیا کرده بود و اینکه که جگون تمامی انبیا را به شمشیر کاشته بود آگاه ساخت پس ایزابل قاصری نزد ایلیا فرستاده گفت خدایان ما را سخت مجازات کنند اگر تا فردا نزدیک همین وقت جان تو را مانند جان یکی از کاشتگان نسازم ایلیا ترسید و برخواسته از بیمه جان خود پا به فرا گذاشت او به به بعد یهودا رسید و خدمت گذارش را در آنجا وا گذاشت اما خود سفر یک روز به بیابان کرد و رفته زیر درخت اردجی نشست و آرزوی مرگ کرد و گفت ای خداوند دیگر بس است جان ما را بگیر زیرا از پدرانم بهتر نیستم سپس زیر درخت ارداج دراز کشید و به خواب رفت اینک فرشته ای او را لمس کرد و به دو گفت برخیز و بخار چون اینک کنار سرش خارسنانی پخته بر سنگهای داغ و کوزه ای آب بود پس خورد و نوشید و باز دراز کشید فرشته خداوند بار دوم بازگشته او را لمس کرد و گفت برخیز و بخور زیرا راه زفری دراز در پیش داری پس برخواسته خورد و نوشید و با نیروی آن خوراک چهل شبان روز را پیمایید تا به هوریب کوه خدا رسید آمین. آیا شما هم در این روزها احساس می کنید به سختی سرودهای پرستشی از زبانتان خارج می شود؟ من خوشحالم که در حال حاضر در زمان روزداری هستیم زمانی که هلیلویا کمرنگ شده و آنهایی پار از ستایش خداوند لوزمان در لیست سرودها نیست وقتی که این روزها خبرهای اوکراین را میخوانم و میشنوم وقتی که عکس خانه ها کلیسه ها و بیمارستان های بمباران شده را می بینم وقتی که تصاویری از افراد مستعصل و مجروع را می بینم و بارها نظرات بعد بینانه ای را میشنوم که میگویند این خود اوکراینی ها هستند که مخصره تمام این اتفاقهایی هستند که به سرشان می آید در این شرایط کلمه هم دو ستویش بر خدا در گلویم گیر می کند گفتن این هم و ستایش به هر حال برای برخی از ما سخت است به خصوص در این شرایط که در دومین سالگرد قرانتینه کرونا هستیم و به وضوع شاهد بازگشت ارقام چهار رقامی مبتلایان به کرونا هستیم انسان بعضی وقتا واقعا به طرز باور نکردنی خسته می شود و دلش می که به نوی از کنار این اخبار عبور کند که متوجه نشود چه چیزی در اطرافش می گذارد. انسان خسته می شود وقتی برای کمک به پناهندگان مخصوصا نوکیشان مسیحی تلاش می کند و متوجه می شود که در این کشور استادانت های دوگانهی در رابطه با پناهندگان وجود دارد این که پناهندگان به دو دسته خوب و بد تقسیم شده و به طور ناگهانی قوانینی کاملا متفاوت برای پناهندگان سفید پوست با موهای روشن وضع می شود که طبیعتا دماد افرادی با پوست و موی تیر صدق نمی کنند بدیهی که در طولانی مدت دهانتان بسته میماند بله خیلی از مردم این روزها در کشور ما خسته شده اند خستگی که بیانگر یک بیماری یک افسردگی است تعداد افراد مبتلا به افسردگی در دو سال گذشته در دنیا و در آلمان به طور قابل توجهی افزایش داشته و بسیاری از افراد کلیسای ما هم دوچاره افسردگی شده اند و در این افسادگی مردم تنها یک آرزو دارند من فقط میخواهم بمیرم دیگر نمیخواهم همه این چیزهایی که ما را به اماق یک چاله عمیق میکشند تحمل کنم ولی این اتفاق اغلب با کمرنگ شدن اعتقاد به خدا شروع میشود. به طوری که دیگر هیچ امید و تسلیی برای انسان باقی نماند با در نظر گرفتن شرایط ما در این روزها خواندن اول پادشاهان از عهد عتیق در این سومین یک شنبه زمان روزداری به نام اوکولی چه قر همخانی دارد چرا که در این قسمت دقیقا درباره تجربه افسودگی بر بزرگ ایلیا صحبت شده ایلیا به تازگی احساس موفقیت بزرگی را می کند چرا که بنی اسرائیل را از اعتقادشان به خدای باروری باعل برمی گداند او به فراز کوه کرمل با سر و پنجا پیانبار باعل به تنهایی روبرو می شود و در حالی که باعل به پیام پیامبرانش گوش نمی دهد خوروان دعای الیا را شنیده و قربانی که تقدیم کرده بود را آتش میزند اما در پایان ایلیا از خوشحالی روی ابرها نیست بلکه با خبر می شود که ملکه ایزابل که خدای بعل را می پرستید اگنون قصد جان او را کرده است و اینجاست که ایلیا در هم می ریزد چیزی از شجاعتش باقی نمی ماند فرا می کند و برای زندگی به سرایی نگف می رود به تنهایی زیر درخت می نشیند و تنها یک آرزو دارد می خواهم بمیرم فقط می خواهم بمیرم ای خداوند دیگر بس است جان ما را بگیر زیرا از پدرانم بهتر نیستم آه چه کار خواندنی این متن به انسان احساس و آرامش می دهد. وقتی که تو هم احساس میکنی و آخر خط رسیدی وقتی به قدری از زندگی خسته شدی که تنها چیزی که واقعا میخواهی برای همیشه خوابیدن و مردن است تو به تنهایی این را تجربه نمیکنی پیانبر بزرگ ایلیا هم دقیقا همین تجربه را در زندگی خود داشت این خستگی در واقع می تواند بر هر کسی غلبه کند و اغلب کسانی که از بیرون به نظر میرسد دلایل کافی برای خوشحالی و شاد بودن و قوی بودن دارند را هم تحت تاثیر قرار می دهد من بارها در کلیسا دیده هم که کسانی که اقامت آلمان را دریافت می کنند افسرده می شوند آدم فکر می کند که اتفاقا الان باید خیلی حالشان خوب باشد اما درست زمانی که مبارزه برای آینده با موفقیت به پایان رسیده اغلب خستگی بزرگی را با خود به همراه می آورد بله یک جور فرو پاشی به طوری که انسان آرزوی مرگ کرده فقط می خواهد با حال خودش باشد و کسی را هم نبیند و در این زمان اینکه ما به افرادی که در چنین وضعیتی هستند بگوییم خودت را جمع کن به فکر این باش که چه همه چیز خوب است افراد دیگر شرایط بتری دارند اصلا کمکی به حالشان نمی کند کسی که چنین چیزهایی را بگوید نمی داند شخصی که با این خستگی و افزادگی شدید دست و پنجه نرم می کند چه احساسی دارد در هر صورت خدا در اینجا با شیوه دیگری با ایلیا برخواد می کند او ابتدا تنها اجازه می دهد ایلیا بخوابد او را سرزنش نمی کند و حتی یک صحبت طولانی با او نمی کند در عوض فرشته ای را نزد ایلیا میفرستد تا چیزی برای خوردن به او بدهد. چیزهای ساده قازنان و آب فرشته به ایلیا اشاره می کند و از او می خواهد که غذا بخورد و ایلیا می خورد و می نوشد و بلا فاصله به خواب می رود سپس خداوند برای بار دوم فرشته را نزد ایلیا می فرستد او دوباره ایلیا را لمس کرده و از او می خواهد که دوباره غذا بخورد و برایش دلیل هم می آورد که راه درازی را در پیش دارد و ایجا می خارد و می نوشد و غذای فرشته به او نیروی تازه ای می بخشد و به او این امکان را می دهد تا به سمت کوه خدا پیاده روی می کند جایی که شخصا با خدا ملاقات می کند جایی که می تواند از همه دردها و رنجها و همه تنهایی هایش به خدا شکایت کند جایی که خدا به او دلداری می دهد و به او نیروی دوباره می بخشت. ما هم زمانی که واقعا از فرد خستگی فقط آرزوی مردن داریم درست مثل ایا در آن زمان به فرشتگانی نیاز داریم آنها لازم نیست بال داشته باشند بلکه می توانند به ساده شکل به سمت ما آماده و به ما تلنگوری بزنند تا بفهمیم حتی اگر تو خود دیگر نمی زندگی کنی من می با که تو به زندگی ارامه برهی من می که تو یک آینده در زندگیت داشته باشی و یکی دیگر از وظایف این فرشتگان هم این است که در صورت لزوم به ما کمک پزشکی کنند بلند شو و چیزی بخور بله من دقیقا افرادی را در کلیسای خودمان میشناسم که به این ادیاج دارند به کسی که مراقب باشد تا بلند شوند و داروهایشان را مزرف کنند دارویی که به او کمک کند به تواند دوباره را برود نه اینکه فقط دراز بکشد البته که ما مطمئنن میدانیم که وقتی به آخر خط رسیدیم زمانی که دیگر نمی خواهیم هیچ کاری در این دنیا انجام برهیم وقتی که ترجیح می دیگر نباشیم در این زمان عنایت خدا به ما بیشتر از سایر مواقع است ما پانیز نیز نان فرشتگان را میشناسیم چیزی که خدا بارها در زمانی که دیگر نمی توانیم و نمی خواهیم به ما میدهد جسم و خون پسرش ایسا مسیح برخیز و بخار این همان چیزی است که او امروز در این عبادت به شما هم میگوید شما را دعوت میکند میخواهد به شما قدرت بدهد تا توان ادامه دادن داشته باشید اگر چه خودتان تظاهر میکنید نمیتوانید اما مسیح در توست و به تو توان تی کردن راه طولانی را می دهد راهی که در پیش روی تو و شاید پیش روی همه ماست او می خواهد به ما کمک کند تا خدا را دوباره با روشی کاملا متفاوت در این مسیر بشناسیم همانطور که ایلیا در آن زمان و فراز کو این را تجربه کرد حالا چه خوب است که هنوز زمان زیادی در این ایام روزداری پیش روی ماست که مجبور نیستیم دوباره هللویا را بخوانیم وقتی که میل باطنیاش را نداریم کافیز در این مدت اجازه بدهیم با نان فرشتگان تقویت شویم یا با وجود این خستگی توان ادامه دادن داشته باشیم انجیل مقدس این یک شنبه اکولی در مورد دعوت به پیروی کردن از خداست ولی ایسا می تواند در زندگی مطالب و درسهای زیادی را برای ما داشته باشد اما چه خوب است که می توانیم کلام اقتعتی را نیز در گوش و زنمان نگاه داریم و همیشه می توانیم در برابر خدا بسیار ضعیف باشیم لازم نیست که خرمانان بزرگی در ایمان باشیم ما نیازی به نجات دادن, به نجات دادن خودمان نداریم او مسیح در حالی که راهش را به سوی صلیب سل... ادامه میداد این کار را انجام داد در آن زمان شاگردان در باقی جتزیمانی تنها خوابیده بودند درست مثل الیا اما عیسی به راه خودش ادامه میدهد حتی زمانی که ما... ما خوابیم او به راهش ادامه می میدهد تا اینکه سرانجام خودش برای روی صلیب دعا کند ای پدر اینک روحم را به دست تو می سپارم او می میرد. تا مرگ پایان ما نباشد به طوری که در پایان مسیر زندگی من چیزی بیشتر از تمام تجربه های تاریک و ظالمان در انتظار من باشد ایسا در پایان مسیر خود برمیخیزد او از مردگان برمیخیزد و با قدرت رستاخیز خود اجازه می دهد نام فرشتگان برای ما نیز غذای جاودانگی شود پس برخیز و بخور چرا که زیادی در پیش رو داری رای که در نهایت تورا از میان تمام دره های تاریک به بهشت می برد ستایش از آن ایساست تا بدال آباد آمین